أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نبهين أسلعين صلى الله على سيدنا محمد وعلى الطاهرين اللهم صل على محمد جهة الله. شهدية أرباة تيبه شهداء روح حضرت أمام همي يوزشتقان زبال حقوق ودر مادرهم الفاتحة مع السلوات اللهم صل على محمد وعلى بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم الله لا اله الا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الارض من ذا الذي يشفع عنده الا بإذنه يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه الا بما شاء وسع كرسيه السماوات والارض ولا يؤده حفظهما وهو العلي العظيم لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي ومن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون صدق الله العلي العظيم صلوات اللهم صل على محمد وأعلم بحث مهمة آيات الكرسي سيد الآيات صفات ذاتی و فعلی و اینا از اون سرسلسله شروع میکنه تا به بحث کرسی میرسونه و علم الهی رو دقیقا طرح میکنه و بحث کرسی و کراسی و اینها میرسونه که عرض شد دیگه با تمام حالا با تمام که به حد فهم ناقص بنده و وقتی که میتونستیم تو این زمینه داشته باشیم به مطالبی گفته شد خب اینی که آیه بعد باز دوباره بحث رو میاره پایین تر یعنی متفرعه بر اون توحید و اینی که یک فهم توحیدی فطری که حالا اینا رو باید باز هی بازش بکنیم هم یک فهم توحیدی فطری ایجاد می شود که مقوله دین مطرح میشه اینجا آیه فوقلاد خاص لا اکراحف دین رو خدا مطرح میکنه که حالا باز دوباره راجع به مفرداتش مدل صحبت کرده بودیم بازم باید هی راجع به مفرداتش صحبت بکنیم تا تصویر مقداری کامل بشه تو ادبیات قرآنی و خلاصه ترمینولوژی به قول این زبون نجسیا و واژه شناسی های قرآنی باید حرکت بکنیم تا مفهوم رشد و غی یه مقداری دقیقتر تو قرآن برای ما مطرح بشه اجمالا خود این فعلا یه حرفی رو به عنوان چک اول ما داشته باشیم که این حرف حرف مهمیه ببینید حالا به چه معنایی هست لایک را به رو باید گفتگو بکنیم ولی آیه همین تیکه اولش خیلی تیکه مهمیه لا اکراه فی الدین قد تبین الرشد من الغی اکراه در دین نیست چرا چون قد تبین الرشد من الغی رشد از غی تبین شده است یه نکته لطیفی که همینجا وجود داره این است که اگر بخواهیم اکراهی در میان نباشد اجباری در میان نباشد جهاد تبیین لازم داره در حد تبیون یعنی تبیون رشد از غی بعد اتفاق بیفته این از که آقا این مقدار هرس جهاد طبیعی میزنه به خاطر اینکه این مطلب واقعیت داره لا اکراه فی دین قد تبین رشد من الغی شما اگر بخواهی اکراهی نداشته باشه حالا این معنا رو باز میکنم انشالله باید پیشا پیشش قد تبین رشد من الغی یعنی رشد و باید مشخص شده باشه حالا به صورت فطریه و صورت طبیعی فقط طبیعی شده باشه حالا یا فطری میتونید تبیین بکنید یا تبیین بیرونی میکنید بالاخره تبیینی که موجب تبیین شده باشه من اینو چند بارم عرض کردم تبیین ممکنه شما تبیین بکنید طرف مقابلتون نفهمه چرا چون مثلا به لسان قوم نیست اون آیه مهم رو ببینید اینا تو این اخیر ما خیلی خب ای با این نهادهایی که مربوط به نوجوانانه بحث زیاده شما ببینید این آیه مهم سور مبارک ابراهیم آیه چهار که صفحه دویست و پنج و قرآن میشه در اونجا هست که و ما ارسلنا خوردید آیه رو عزیزان ببینید اینجا کلاس ها سخنرانی من نمی کنم. محبت بکنید قرآن دم دستتون باشه و ما ارسلنا نام رسول الا به لسان قومهی لهم ببینید هر رسولی اومده است که به لسان قوم صحبت بکنه تا تبیین بشه براش این به لسان قوم نه اینکه فارسی صحبت بکنه یا مثلا یا عربی صحبت بکنه معلومه خب یه پیغمبری مثل پیغمبر ما عربی صحبت کرده این به زبان قوم منظور به فرهنگ قومه. ه باید به اون فرهنگ صحبت بشه لیوبین تا تبیین بشه و این تبیین شدنی که شما باید بفهمی این فرهنگ این نوجوان چیه فضای ذهنیش چیه اینها باید بشه تا لیبین لهم تا تبیین انجام بشود تازه این تبیین انقدر رو از زیاد انجام بشه باید تا تبیین انجام بشه تبیین متابعه این تبیینه خب متابعه به حالت پذیرش این تبیین اسمش چه تبیین خب بعد این اتفاق بیفته تا این تبیین انجام بشه خب اینو به عنوان چک اول پس فعلا داشته باشید لا اکراه فدین قد تبیین رشد من الغی همین یه که حالا تا این لایک رو دین رو هر کدوم با این رشد و غیب فلان یه نکته هم که گفتیم جا داره یه دور دیگه در حد یه کچولو یادآوری یه دقیقه لاغل راجبش بکنیم این است که عرض شد بین زلالت و غوایت این تفاوت هست که زلالت معنی گمراهی است یعنی یه راهی طرف گم کرده و روایت به معنای بیهویتیه و بی مقصدیه و بی هدفیه که اگر سناریوهای آخر شیطان رو که آیاتش رو عرض کردیم که بحث لعقویان نه و اینا هست که تسلط شیطان برای دیگه گم کردن هدف به عبارتی تسلط شیطان وقتی قرآن میگفتش که تسلط نه الا من که من الغاوین چون که ممکنه من, من تبعک باشه نه اونجایی تسلط پیدا میکنه دیگه که من تبعک من الغاوین و بحث قبایت مطرح باشه خیلی از مشکلات نوجوانان امروز ما مسئله قبایته یعنی مسئله بی و بی باید این رو یه مقداری جدیتر قلمداد کرد تا اینی که مثلا گمراهی و نخیر میخواد اون رو را را مثلا را رو گم کرده شاید هم حالا چی نباشه حالا دارم این رو قلیزش میکنم ولی مسئله قوایت خیلی مسئله مهمیه مسئله قوایت این لعوزلن نهم و لعومنین نهم و یعده هم و شیطان و فلان همه اینا مقدمه قوایته مقدمه قوایته یعنی مقدمه اون اصلیه که وقتی با خدا مناظره کرد گفت لا نه هم خب من تا اینجا میبرم خب لا نه هم مجمعین خب من میرم سراغ اقوا نه خب اینم یه نکته که حالا بحث رشد در مقابل این باز دوباره معنیش یه مقداری عرض کردیم باز دوباره هم عرض خواهیم کرد یه مفردات دیگری را من خدمتون عرض بکنم ببینید لا اکراه فی الدین حالا فارغ از این که دین چیه که حالا اینم جزو مباحثی است که یه حدی باید بهش نزدیک بشیم برای فهم این معنا در بحث لا اکراه فی الدین به اصطلاح آخوندیش که میگن این ببینیم تکوینیه یا تشریعیه خب یعنی حرف تکوینی داریم میزنیم یه حرف تشریعی داریم میزنیم اینجا این یعنی چی حرف تکوینی یا حرف تشریعی ببینید در لا اکرام دین اگر بگید این حرف تکوینیه معنیش اینه معنیش اینه که دین یه چیزیه که اکراه بردار نیست توش اصلا نیست اکراه تو دین کاشته نشده در کینونیت دین وجود نداره معادل اینها مثلا این مثل عبارت تکوینی لا فلان مثل لا جبر و لا تفویز خب لا جبر و لا تفویز داره کینونت عالم رو توضیح میده که میگه که فرض فرمی منظور اینجا لا اکراه دین دین یه مقوله قلبی است مثلا این اصلا با اکراه سازگار نیست مثلا یه چیزی که نمیشه توش اکراه کرد کسی رو کسی رو در این وضعیت نمیشه اکراه که دنیا مقوله قلبیه مثلا و چون قلبیه اکراه پذیر نیست اصلا توش یه موقع از شما این لایک را رو یه بحث تشریعی میگیرید ما یه اصطلاح آخوندی باز دوره داریم یه اصطلاحات رو یاد بگیرید برای لیوماری به علما و یوبایی به صفحه ها به درد میخوره برای پوز دادن و اینا به درد میخوره این اصطلاحات میگیم خبر به دائل انشاء اصطلاحاً خب این خبر به دائل انشاء چیز عجیب غریبی نیست خب خبر به دائل انشاء یعنی شما دارید امر و نهی میکنید ولی در صورت خبر دارید این رو خب این چیزی که دارید امر و نهی میکنید یعنی میگید نکن اینو در صورت یک خبر دارید میگید دارید خبر میدید ولی واقعیتش دارید امر میکنید واقعیتش دارید نهی میکنید من یه مثال قرآنی برای شما بزنم شما این آیه این آیه رو ببینید در سوره مبارکه نسا آیه 141 آیات فوق العاده زیبایی که حالا شاید جا داشته میشه صفحه 101 شاهد ما همین قسمت پایانی آیه است ولی حالا خودتون یه موقعی این آیه رو نگاه بکنید در این آیه دارد که از اون جایی که داره از اون صفحه قبلش مثلا صد و اینا که داره از آیه صد و سی و شیشش مثلا نگاه بکنید خودتون که من الان کار ندارم بعد بشر المنافقین کسای منافقین کیان تعریف داده برای منافقین کسایی که اتخذون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین که تو آیه 139 اینا هست بعد گفته که آقا فاصله با اینا رو حفظ بکنید در مسخره کردن خلاص دین و دیدید اینا دارن مسخره میکنن نه باشون نشینید توی گروه های باهاشون نباشید همچین بیشینی هی گوش بدید صد و 50 نفر 140 نفر هزار نفر توی گروه یه دی مسخره میکنن اینا هم هیچی جواب نمیدن این این نمیشه اینجوری این ما گفتیم نشینید اینجا وقتی میشینید تراکم درست میکنید تراکم دیده میشه این فلا تقعدوا معه حتی یا خودو فی حدیث غیر این که برم توی حرف دیگه فلا اینا و یعنی تو این گروه وقتی که تو این گروه قرار میگیره هم دارن دین رو مسخره میکنن ابعاد دینی رو مسخره میکنن حکومت اسلامی رو مسخره میکنن همه و شما هم هم نمیگی در این صورت خب؟ در این صورت هیچ یک تراکمی دیده میشود تصور میشه این 500 نفری که تو این گروه همه نظرشون همینه خب؟ اگر هم میمونی چهار تا مخالفت بکن اقلن خب اگرم تو این گروه میمونی یه چهار تا هم تو بکن اینقدر بالاخره هزینه اینو بده که فلا تقعدو معهم واسه با اینا دیگه نشین حالا دیگه شما هم یه های این گروهی تلقی بشوی که شما هم ضد نظامی ضد فلانی مثلا این نباید اینجوری دیگه تلقی بشه دقت میفرمایید نشینید تو این چیزا دیگه با اینا حالا نیشستی دو تا مخالفتم تو بکن خب دو تا مخالفتم تو بکن میگی هزینه داره خب هزینه بده خب هزینه اینی که طرف بالاخره فلا تقعدو معهم بالاخره هزینه اینو بده دیگه اتفاقا فلا تقعد و معهم معهمش به همین بحث منافقین میخوره خب که کسایی که خلاصه دارن تو قاسمیانی که اومدی منم عرض به خدمتتون خلاصه یه چارتو تا مخالفت بکنه اینجوری نشه که مثلا حالا که اگه اینجوری بشه ان الله جامع المنافقین و الکافرین فی جهنم جميعا خدا منافقین کافرین رو اینا کسایی که دیگه دارن نسبت به همدیگه دل و قلبه میدن همون حرف کفار داره از دهن همه اینا شهیده میشه حالا یه يتربصون بسونه داره همینا رو میگه همین آدم های به این صورت رو داره میگه منافقین به این صورت رو داره میگه یلدین یه تربسون بکن ما هم یه واقعش تصور راجع به منافقین و خیلی تصور اشتباهیه حتی تصور راجع به منافقین سیاسی امروز تصور اشتباهی داریم ما یعنی یه اسکرینشات گرفتیم از مریم رجوی و مسعود رجوی و هم هنوز تو همون حال هوایی مثلا تو بحث الذين يتربصون بكم فان كان لكم فتح من الله قالوا ألم نكن معكم وإن كان للكافرين نصيبون وقتی یه فتحی به شما برسه بالاخره اینا هستن و صاحبان این فتح هستن اگه کافرین یه نصیب بهشون برسه با اونا میگن علم نستح بده و نمنعكم من المؤمنین ما که ما بالاخره در جاهای و پست های کلیدی نشسته بودیم که اینا نتونن به شما ضربه بزنن به شما کفار یعنی اینا کلا یه جاهایی را اشغال میکنن که این حرف متمشی باشه ازشون که لذا پدیده ای به نام پدیده نفوذ که آقا هی تاکید میکنن همینه پدیده نفوذ نه نفوذی مثلا به اون معنا که پول میگیره و فلان نه کسایی که باور ندارن اون طرفو باور دارن این طرف رو هم باور ندارن در جاهایی هم قرار میگیرن خودشون هم سعی میکنن تو جاهایی قرار بدن که واقعا علم نستحفظ علیکم و نمنعکم من المؤمنین دقیقا کارشون رو برای کافران فاکتور میکنن حالا منظورم این تیکه نبود کلن ولی این آیات آیات بسیار مهمیه الله يحكم بينكم يوم القيامه ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبیلا ببینید این ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبیلا اینا بهش میگن خبر به دائل انشا این یک خبر دیگه این خدا برای مؤمن برای کافرین به گردن مؤمنی یا علیه مؤمنین راهی نگذاشته یعنی اینا در حقیقت تسلطی بر مؤمنین ندارند آیا این خبره که کافرین بر مؤمنین تسلطی ندارند آیا کسی علائم حیاتی یه چند وقتی بار از خودتون نشون لعنت به این کتب به این کلاس مدلی این بله دیگه این بهش میگن خبره در مقام انشا یعنی چی یعنی نباید داشته باشن به اینا میگن چیه به اینا میگن تشریع خبر به داعل انشا به انگیزه انشا به اینا میگن مثلا تو روایات ما مثلا لا جبره ولا تفیز و گفتم اون طرفیه ما این طرفیش هم ما این نکته رو داریم که مثلا لا زرر ولا زرار فی الاسلام این همین جوریه لا زرر ولا زرار فی الاسلام یک خبر به دائلن شده، نه اینکه تو اسلام در حقیقت خبر میدن که کسی و کسی زرر نمیزنه یعنی اگه فوجی بی خود ببین به خودمون برمیگردن یعنی میخواستم بگم که خیلی کلاس حضوری و کلاس مجازی خیلی فرد منم اصلا بلد نیستم مجازی صحبت کنم یعنی نیست از اون اول بدادت بودیم همیشه جلو چشمون مثلا فش دهت و آدم حداقل بوده اینی که دارن که زرر و ضرار در اسلام نیست خلاصه این به این معنا هست که به این معنا میتونه باشه لاقل که ضرر و ضراری در اسلام نزنیده مثلا اینجوری بس واضح شد این چیز برای همین است که میخوام عرض بکنم که چه تصویری از لایکراف دین بدیم این خیلی مهمه که هم مستند به آیه باشه چون که حالا بعدا ممکن حالا عرض بکنن هم مستند به آیه باشه و هم درست باشه چون که ممکنه یه چیزی درست باشه مستند به آیه نباشه یعنی این آیه اونو نمیخواد مثلا بگه و یا گاهی اوقات هست که برای مثال دقیقا مثاله که دارید درست یا مثلا فرض بفرمایید که برخی از حرفها هست قافیش این شعره قافیش مثلا فرض بفرمایید در خیلی جای اشتباه در میاد مثلا بعضی لایک رافدین یه جاهای استعمال میکنن و منظوری ازش برداشت میکنن که مثلا حتی پدیده امر به معروف نهی از منکر میبره زیر سوال یا مثلا فرض فرمایید که پدیده های جهاد و فلاینا رو میبره زیر سوال با آیات دیگه قرآن سازگاری نداره یا مثلا فرض فرمایید که حدود و تعذیرات رو قصاص و فلاینا اینار اینا رو میبره زیر سوال یعنی به یه اطلاقی داره لایکرافت دین ازش برداشت میشه که داره خیلی چیزا رو میبره زیر سوال یعنی ما نباید یه چیزی شعری بگیم که تو قافیهش گیر کنیم که این معلوم باشه لازم این بحث لایکرافت دین هیته این لایکرافت دین چیه باید و اینو باید در بیاریم خب که دنبال این هستیم فعلا داریم یه سری مفردات میگیم که این ذهنا آماده باشه شما هم خواهش میکنم که اگه جزوه ای چیزی برداشت میکنید یادداشت میکنید قبل جلسه در حد پنج دقیقه ببینید چون که این بحث همش به هم مرتبطه یه نکته خیلی اساسی که وجود داره اینجا که تو بحث آیه وجود داره باید بهش خیلی دقت کرد یهو این وسطی که بحث توحید و فلان از این چیزا مطرح میشه و تو خود بحث لایک راه فدین که حالا بعدا میگیم بحث نظریه نقداری، پای یه بحث عملی میاد وسط این ولا یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلا از کجا معلومه که در مقام چون با واقعیت سازگار نیست مگر اینکه در عوالم بالاییش اینو حساب بکنید واقعیتش کفار بر مؤمنین راهی دارند و یعنی به هر داریم که اینا تسلطی دارند بر مؤمنین مگه اینکه مؤمنین و کلماتش رو عوض بکنیم خیلی تدقیق کنیم که بره به سمت عوالم بالاتر بگیم مثلا خاصه مؤمن حیری کافر حقیقی این بر اون تسلطیش موقع نداره مثل مثلا تسلطی که گفتیم مثلا شیطان بر چیل نداره شیطان بر عباد مخلص نداره یعنی چیه؟ حالا سر سغراش خیلی سر سغراش حالا خیلی بحث نکنه ما خواستیم یه چیزی بگیم که اینو معلوم باشه کماکان کم بنده ارز میکنم این خبر به دائل انشاء هم هست حالا ممکنه این م... گفتمانهای گفتمان های این مدلی خبر هم داشته باشه تا هر کدومش به یک عالمی میخوره هر کدومش به یک مقامی میخوره به عبارتی یکیش به عوالم بالاتر میخوره یکیش مثلا به عوالم عملی میخوره خب نکته اینه که یه بحث این به وجود میاد که قد تبین رشد من الغی و حالا بحث ایمانهای فطری که همون دینه و که حالا بعدا باید یه خورد باز دور نیا کنیم که واقعا اکراه اگر در فضای تبیین رشد از غیب باشه این درخشش نور فطری رو که تولید دین میکنه در انسان و جانمایه اصلی دینه که اصلا هم به همین دلیل اکراه پذیر نیست دیگه اصلا اکراهی درش وجود نداره به دلیل این تبیینی که شده این درخشش این نور فطری رو بند میکنه به یه بحث دیگه ای و اون کفر به تاغوته این آیه خیلی از اون مقام بالا هی داره آیات الکرسی میکشونه تا پایین میبینید تو این آیه و آیه بحث بسه تاغوت تر میشه اولا تاغوت چیه؟ باز دورتون مفردات تاغوت ببینید به هر تغیانی نمیگن تاغوت به خاطر اینکه تاغوت این وزن فعلوت وزن سیغه مبالغه است خب او اینا اوزان سیغه مبالغه است برای ولایت و حکومت جائر استفاده میشه خب حالا ما به دلیلی که ذهنمون اساسا کالیبره به این سمت نیست دین برای ما یه جریان فردی تعریف شده وقتی میگیم دین داره خیلی فردی تعریف میشه یا مثلا همش میگن این اعتقادات فردی انسانه در صورتی که کسی که قرآن رو خوب دیده باشه سر و تهشو حالا تو بحث‌های دانشگاه شریف هم میاده همین هست تمش که دین اصلا نگاهش این نگاه, نگاه سیستمی حاکمیتیه که بحث ولایت اساسا به خاطر همین طرح میشه توش و یعنی اضطرار به جریان حجت اساسا وجود نداره دیگه وقتی شما دین رو فردی تعریف میکنید اضطرار به حجت مگه به عنوان انسان کامل به عنوان روح عالم همین و یعنی نه به عنوان امام اصلا پدیده امام وقتی طراحی میشه که شما تصویری از مسئله چیز داشته باشی تصویر از مسئله دین چه مدلیه خب این داشته باشی اگه احساس کنی نماز جماعته به امام داره ای نماز فرادا داری میخونی نه نتیج به امام نداره خب برای همین است که باز این رو تو پرانتز ارز میکنم شما یکی از مهمترین آیاتی که بحث ولایت رو نشون میده آیه 213 سوره بقره است که لابلای همین این بحث یا ایو الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافتنه که تا میرسه به اون دست آیاتی که نصر الله قریب یعنی از آیه مثلا 200 ده و اینا مثلا هست تا 214 یه دسته های است خب این دسته های از 208 تقریبا میاد تا اون 214 تو سوره بقره یه دسته است اونجا میانش بحث ولایت تر میشه امامت تر میشه چرا چون که یا الیدین امن الخلوف سلم کافه یعنی شما رو میرید تو یک ظرف واحدی به صورت حاکمیتی شما رو طراحی تر، میکنه خب حکومتی طراحی میکنه اگر یه کسی یه دیدی مثل حضرت امام میگه الاسلام هو حکومه بشه جمعی شونا این دیگه واقعا نشون میده امام کیه تو همین جمله این جمله حضرت امام الاسلام هو حکومه به جمعی شونا اسلام یعنی حکومت اسلام یعنی ولایت اصلا تکمیل دین و اتمام دین یعنی یعنی که شما ولایت داری یعنی اینکه جریان حاکمیت رو داری که تو این جریان حاکمیت که رشد ها سریع میشه خب در این جریان در این جریان حاکمیت که کسی اگر در مقابلش دولت ها و حکومت های جائر باشه میشه تاغوت یعنی مبالغه در تقیان خب حکومت های اینجوری که راهشون با استقنا که ان الانسان لیتغا الرواه استقنا با استقنا از وحی خدا راهشون رو جدا میکنن و حکومت تشکیل میدن خب یعنی قرار نیست اصلا حکومت الله رو تشکیل بدن اصلا قرار نیست تو هدف جهانی لیظهره علی الدین کله شرکت بکنن اصلا تو این نیست خب ضد خدا هم ممکنه به تعبیری چی نشه مثلا فرض کنید حکومت‌های آمریکایی اتفاقا اینا که خیلی هم مثلا آمریکایی‌ها متدینن یه مقداری یا اسرائیلی‌ها متدینن این حکومت تشکیل دادن اگر کسی نره تو اون هدف لیو و علا دین کله میشه تاغوت حالا چرا اون بحث توحیدی و دین و دین فطری و فلان همه اینا رو یهو بند میکنه به یه یک فر به تاغوت خب یعنی این از اون لطائف کار قرآنه که شما اون بیهدفی و بی که پیدا میشه که اگه بخواد پیدا نشه و اون فطرت و جوشش فطری دین باشه براتون حالا دو سه تا آیه میخونم قرآن نشون میده که اینها اینجوری نیست که شما به بحث نظری بکنی خب یعنی باید اون شستشو کفره به تاغوت انجام بشه بذاری من یه چند تا آیه با هم دیگه ببینیم این چند تا آیه با هم دیگه خلاصه دریافت متفاوتی رو ممکنه به ما بده یا دریافت رو نیما داری تطمیم و تکمیل بکنه اولا خود معنای تاغوت رو در این عبارت های قرآن در همون عبارت معروف که نشون میده اصلا این جریان طاغوت دور مبارکه نساء رو ببینید آیات پنج هشت به بعد میشه صفحه 87 ببینید این آیات مهم که از یا یا الذین آمنو اتی الله اتی الرسول از ان الله یامرکم ان تعدوا الامانات الی اهلها فلا که این امانت رو بدید به اهلش و ایضا حکمتون بین الناس ان تحکم بالعدل معلومه این امانت لبه اصلیش بحث حکمتون ان الله نعم ما يعظكم به ان الله كان سميعا يا ايها الذين حالا اگر امانت رو دستش یا, یا اتیو الله دین اون عتی الله عتی رسول اول الامر منكم فان تنازعتم في شيء فردوه الى الله ورسول ان كنتم تؤمنون بالله اگر نزایی است اگر چیزی هست شما باید بیاری تو همینجا حلش کنی با ولایت باید حلش بکنی ذالک خیر و احسن و تعویلا ببینید نعم ما احسن و تعویلا این بهتره و عاقبتش بهترین عاقبته خب آیه بعدش چیه الم ترى الذین یزعمون گمان میکنن ایمان دارن به قرآن به پیامبران قبل ولی یریدون ان یتحاکموا الی تاغوته میرن سراغ طاغوت میرن سراغ اون طرفی میرن سراغ دشمنان ما میرن سراغ دشمنان دین میرن دشمنان حاکمیت میرن سراغ دشمنان ولایت میرن اونجا میخوان تحاکم کنن خب اونجا میبرن این حرفا رو فقط اون رو یک فرو ببین تاغوت یعنی همون که شما یک حکومتی وجود داره قدرتی وجود داره ولایتی برای خودش وجود داره شما در مقابل این جریان ولایت و حکومت یه جریان ولایت و حکومت دیگه داره اونجا بعد عمر رو و یورید و شیطان لهم ضلالا بعیدا اینجا به یه گمراهی بسیار دوری گرفتار میشه چون که واقعا فکر میکنه ایمان داره عدالت خواه داره چیکار میکنه و دقیقا داره در پازل ولایت دشمن به شیطان داره بازی میکنه و این میشه تاغوت خب این میشه تاغوت و اساسا تشخیص تاغوت با, با, تشخیص مقام ولایت صورت میگیره برای همین است که اذا قيل لهم تعالى ما انزل الله و الرسول رايت المنافقين يسدون عنك سدودا از تو دارن دوری میکنن نه از قران نه از اون پیام ها نه از اون مبانی نه از اون فلان از تو هیچ اشاره به جریانات خلاص لازم نیست بکنیم دیگه خودتون تو خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل خب که خیلی وقت این زلال بعید مال اونجاییه که واقعا دیگه هدایت یه مقداری سخت میشه چون که باید یک به تاقوت میکرد تا اصلا اون جوشش فطری اتفاق میافتاد که حالا اینا رو بعدا توضیح میده اینی که تبیان رشد و غی صورت گرفته در او به عنوان چیز به خاطر اینکه وجود دین و تمام اون حرف توحیدی آیت الکرسی در این جاساز شده این تبیینه انجام گرفته اون موقع این دیگه ندای لایک را هم میتونیم اینجا بدیم قد تبیین رشد من الغی خب حالا این چه مخفی میشه مکتون میشه اینا طرف با تاغوت داره میسازه با... اصلا باید کفرانه به تاغوت بکنه تا این طرف خودش رو بتونه پیدا بکنه این رشد و غیر رو لذا اون مسئله جوشش فطری فلان و همه این چیزایی که خواهی گفت این مرتبط از کاملا 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 به یک بحث عملی نسبت به تاغوت زد تاقود. شما این آیه باز دوباره بیارید آیه اعراف آیه 146 صفحه که به این رشد و غیه مرتبه صفحه 168 اینایی که میخوام بهتون بگم چجوری این بحث‌های نظری فهم‌های نظری بحث‌های های اینی که انسان آیات الهی رو ببینه و, و همه این بحث ها داره به نحوه عمل کرده خب باز شما انگشت مبارکتون همینجا نگه دارید سوره مبارکه روم آیه ده صفحه 405 رو هم بیارید اینجا نشون میده که ثم کانه در همین آیه 405 نگاه بکنیم صفحه 405 آیه ده روم آیه معروفیه که نشون میده چجوری تکذیب صورت میگیره خب ثم کان عاقبت الذين اساءوا سوءا ان آیات الله و كانوا هي استهزئون عاقبت کسانی که اساء و سوءا کار بد رو بد انجام میدن یا زیاد انجام میدن و همه اینا انکذبو به آیات الله میرسه به مرحله تکذیب یعنی اول کار بدی انجام میداد صرفا داشت کار بد انجام میداد بعد زیادتر انجام میده و یا تئوری و همه اینا رو مثلا زشت انجام میده اینا این تبدیل میشه کارش به تکذیب یواش یواش میبینه خوب دقت تکذیب یعنی میبینه میفهمه تکذیب میکنه خب تکذیب کردن نه اینکه دیگه نمیفهمه این دیگه نمیفهمه قدم بعدیشه که حالا تو آیه 146 اعراف میگم ت... به آیات الله یعنی میبینه میفهمه دیگه تکذیب میکنه و کانوه های و قدم بعدیش هم که استهزام کنه این مسخره میکنه این حرف رو خب منطقه مراتب ببینید پس یه بحث عملی تبدیل میشه به بحث تکذیب حالا بحث تکذیب تبدیل میشه به چی؟ آیه 146 رو نگاه کنید بحث این میشه که دیگه نمیفهمه خب یعنی دیگه هر کاری هم بکنید دیگه نمیفهمه اصلا خدا مسئولیتش رو قبول میکنم خب دارد که سعصرفو آیه خلوصه 146 صفه 168 قرآن رو بیارید سعصرفو ان آیات الذین یتکبرون فی الارض بغیر الحق من از آیات منصرفش میکنم من این کار میکنم به زودی چرا؟ ببینید یعنی من حالا این سین یا سینه در حقیقت به معنی قطعی بودنه یا سینه به معنی صوفه که هر دوتاش هم میتونه باشه سعصر عن آیاتی یعنی من دیگه کار میکنم اصلا این خلاصه آیه نمیتونه ببینه نه دیگه تکذیب تکذیب کرده یه دوری حالا تو انتهای آیه میبینید چون دیگه تکذیب کرده دیگه نمیبینه سعصر عن آیاتی الذین یه تکبرون فلرده به غیر الحق اون تکبر... که در زمین با تکبر خلاصه درخور میکنن من این آیاتم و این یارو کل آیات لا یومن هر آیه ای رو میبینه ایمان نمیاره و این یارو سبیل رشد لا یتخذ و سبیلا سبیل رشد رو میبینه اتخاذ نمیکنه به عنوان سبیل یعنی حتی باید دقیقتر گفتش که یعنی دقیقتر اینو توضیح داد من باب این که اینو اصلا سبیل رشد نمیدونه خب و, و این یارو سبیل الغیه یتخذوه سبیلا این وقتی که سبیل غیر رو میبینه اینو به عنوان سبیل برمیگذونه اینو درست میدونه دیگه یعنی دیگه نمیفهمه چرا رسیده به این یادتونه یعنی 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 گفتیم تکذیب ثم کان عاقبت الذين عصوا سوان کرد حالا که کرد کذب به آیات و کانو آنها غافلین ببینید کسی که تکذیب کرده است یه عملی کرده تکذیب تکذیب بعدش دیگه سه اصرف آیاتی یکی یعنی از خطرناکترین آیاته این آیه چون که تکذیب طرف هنوز داره میفهمه داره یه دندگی میکنه ولی یه جای دیگه کلا هم نمیفهمه پس ببینید اینی که انسان از کارهای عملی به یه چیزهای فهم نظری میرسه این خودش یه بحث خیلی بحث جدیه شما بیارید این آیه سوره مبارکه مریم رو میشه صفحه 309 دارد که بعد از اینکه تعدادی از انبیاء رو نام میبره آیه 58 و میگه اولای الذین انعم الله علیهم من النبیین من ذریت آدم و من حمل نامعنوه من ذریت ابراهیم و اسرائیل و من هده اینو اشته بینا اذا تطلع علیه من آیات الرحمن خر و سجدن و بکیا اینا جسدانی این که هر کسی با اینها باشه و اینها وقتی آیات خدا چی میشه این پوزش به خاک مالیده میشه خلاصه با حالت چیزی که حالا این خودش دستورات سلوکی از این در میارن ها. که آیات رو نباید چیزی خوند سرسری خوند این که در روایت داره اقرعو قلوب القاسیه نه اقرعو اقرعو خوندنه اقرعو یعنی کوبیدنه یعنی آیه رو باید بکوبی نه اینکه بخونی خب اصلا کسایی که با این انعم <خرجنگ> الله علیهم هستن اینا تطلا <applause> علیهم آیات رحمانه خر رو سجدن و بکی صورت سوره مبارک بعد میگه <ميزم> فخلف من بعدهم خلفون اضاع و سلات و تبع و فسوف یلقون غی یا این غی بی هدفی بی از تبعیت شهوات چیز میشه از اضاعه سلات شروع میشه یعنی نماز رو ضایع میکنی بعد دنبال شهوات میره بعد دیگه بیهویت میشه اصلا به خاطر اینکه نور فطریه فطرت محجوب میشه به عبارتی حالا فطرت چی نمیتونه بشه از بین نمیتونه بره این سرب, نوی... نوشته است اصلا دیگه این اتفاق نمیتونه روش بیفته حالا بدترین سناریو اینجا این است که شما بری سراغ تاغوت خب برای همین است که تو این آیه و آیه بعد بحث تاغوت و بحث ولی رو مطرح میکنم این سوره سوره حاکمیت دین است سوره بقره این سوره بقره سوره حاکمیت است این یه نکته خلاصه مهم تا بحث رشد و بحث لایک راه رو یه خورده دیگه ما ادامه بدیم تا یه این فضا دقیق تر بشه نمیدونم الان این بحث تاغوت و ارتباط بحث این عملی با اون بحث قبل تا حدی براتون روشن شد یا نه که الله انشالله روشن شده باشه عرض به محضر مبارکتون که مسئله اخیر من یه میاندار فکر کنم تو یه جای توضیح دادم ببینید باز داره اگه بخوام توضیح بدم توضیحش مجدد همینه که اینی که خلاص هجاب بهان از اصل نظام نشان هست اساسا مال کل تاریخ بشریته شما برای همین است که آیه هجاب رو شما در چیز میبینید در سوره احزاب میبینید این نکته خیلی مهمه چرا آیه هجاب سوره احزابه اصل بحث منافقین بحث بحث سفارایی منافقین با حاکمیته اصلا این آیه لا الامی انتل منافقون والذین فی قلوبهم مرضون والمرجفون فی المدینه آیه بعد هجابه و, و این داستان داستان خلقت اصلا که خلاصه مواظب باشید که مثل پدرانتون اینجوری نشه که ینزو و هو لباسه و مسئله هجاب از این زاویه مسئله بسیار مهمیه خود مسئله هجاب خب و, و با یک کلید واژه نه با کلید هجاب افاف حیا با همه این کلید واژه ها و خب. مسئله بسیار مسئله مهمی مسئله نه فردیه نه مسئله غیر مهمیه و خب. میگم با تمام کلید هاش با هم خب بله این آیاتی هم که گذاشتم آیات خیلی پرتمتر و خیلی هم سنگینه آیات اصلا پای پیغمبر رو کشیده وسط دیگه یا این نوی قول لازواجه و بناتی که به این یه بحثه چون که بعضی هم میخوان یه طرف رو مثلا شل بکنن دیگه همچی شل میکنن که نظریان و عملیان همه چیز رو شل میکنن نه واقعا مسئله این مسئله همینه شما داشت دیگه این در کل دنیا هم این هستا در کل دنیا این پدیده هست که هر امر اقتصادی اجتماعی فلان رو بخوان ببرن جلو چون ظرفیت مردمی سازی مسئله شهوات بالاست و شهوات مربوط به زن بالاست مثل یک لوکوموتیوی که خیلی واگم میتونه روش بکشه ما زیل این آیه معروف سوره آل که زوینل الناس حب الشهوات من النساء اونجا اهمه فرمودن این مهمترین شهوته و مردمیترین شهوته که اصلا شاید از همینجوری مطلق آدم بگه شهوت به صورت مطلق بذاره منصرف میشه به همین شهوات جنسی تو کل دنیا هم همین کار میکنن که خلاصه برمیدارن یه واگن های دیگر رو روی این لوکوموتیو خیلی مردمیه رویل ناسه چون یه همچین ظرفیتی در این قضیه وجود داره واسه میکشه و میبره و بقیه داره حالا اونا برهنگی همجنسبازی فلان هر چیز روی این واگون میبرنش باش این خلاصه طراحی شیطان از اصل خلقته که چه میشه که شما وقتی که اون اتفاق از اول خلقت میفته بحث برهنگی اتفاق میفته او این یه نکته و بعد بحث سفارایی در مقابل حکومتان بر این اساس انجام نکته دیگرش این است که آیا این کار کار پلیس یا نه این یه بحث دیگه است یعنی کار پلیس مثلا یه همچین اقدامیه یعنی یه اقدام یه اقدام پلیسیه یا یه اقدام دیگریه این بحث دیگه است قبلا هم توضیح دادم الان بخوام توضیح دادم هم همون هم هم بحثا رو تکرار میکنم ما نه الان من این حرف رو زده باشم تو محرم هم یه تو شریف هم حرف رو زدم که خلاص این اقدام یه ای اقدام پلیسی نیست کار پلیس نیست این کار کار نهادهای دیگه از پلیس با این همه زحمتی که داره میکشه نباید غیر محترم بشه پلیس پلیس باید کاملا محترم باشه در چیز و کار تخصصیش هم این نیست پلیس و حجم آسیب وقتی که خیلی بالا میره دیگه اساسا اون نهاد پلیسی نیست که باید عملیات انجام بده پلیس باید بره کار پلیسیشو انجام بده کار پلیسیش هم تو این زمینه گرفتن همون 15 هزار نفریه که در تهران مدلن مدلن برای اینکه پول میگیرن بر اونا رو بگیره شما من قبلا هم عرض کردم اینو رو گرفتم ما تو همین 6 ماه 350 هزار نفر پلیس گرفته حالا ببینید چقدر رو نگرفته و 350 هزار نفر رو گرفته و تو این کلاس های آموزشی برده که این کلاس آموزشی هم تأثیری نداره آموزشی. شما دوازده سال تأثیر نذاشتیم میخوای تو چهل دقیقه در فضای خشم و ترس تاثیر تحصیل خوب تأثیر نداره دیگه خیلی و اینی که پلیس الان مجبوره درست پلیس مجبوره همچین عملیاتی انجام بده چون پلیس من قانونی بهش بگم آدم انجام بده کلن بررسی این آدم از دور انجام میده اینی که نه کار پلیسی نیست سی ست و هزار نفر این عدد آسیب پس خیلی بالاست عدد آسیب خیلی بالاست مثل این مونه که مثلا الان 60-70 درصد مثلا دیش ماهواره گذاشتن هنوز مثلا قانون اینه که دیش ماهواره گذاشتن چیه؟ خلاف قانونه خب این دیگه از این بعدش کار پلیسی نیست پس ما دیگه یه چیز دیگه یا قانون اشتباس یا در حقیقت نهادهای دیگه کارشون رو انجام ندادن این هم نمیشه بگیم خب پلیس وظیفه رو انجام بده این شبیه همون جوکی میشه که یکی میکنه که لوله میذاشه که پر میکنند، اون نفر وسطیه نیمده بقیه هم با قدرت قوت تمام دارن خودشون خوشون انجام میدن یکی میکنه یکم پر میکنه فقط خیلی مسخره به نظر میاد نهایتا پلیس واقعا پلیس زحمتکشی که روزانه دوازده هزار عملیات پلیسی تو تهران انجام میده فقط این تمرکزش داره به هم میخوره و احترامش داره از بین میره تو دیگه بچه ای نمیگه که همانی که میگوزن ما خلبان میشم دکتر میشه یه پلیس میشم چی دیگه اینو نمیگه و این خودش و نهایتا نتیجه ببینید چی شد الان نمیدونم این حرفی که من میفهمم شما هم همچین دریافتی دارید هجاب سه چهار پله تنزل کرد کلا به همین دلیل شما همچین چیزی دارید که ذهنیتی دارید الان به نظر من هجاب حالا بعضی ها باز دوباره میگن ما به نتیجه کار نداریم ما خصوصا به انجام وظیفه برای مهمه این حرف بسیار اشتباهیه که که حضرت آقا این نکته رو میگن میگن نتیجه و نگاه به نتیجه بخشی از انجام وظیفه است یعنی من نمیتونم بگم من این کارو میکنم این اتفاقم میفته به جهنم که میفته من وظیفه خودم انجام میدم نه اینجوری نیست و الان طلبه های ما هم چند روز پیش طلبه ها. ما ما خانومای های ما میترسن الان یا اون ظاهرشن خب و, و کسی هم دیگه جرعت نداره به اینا این میشه نتیجه یه کار اشتباه بله پس دریافت شما هم همین این بوده که من بله این ببینید یه بحث دیگه وجود داره اساساً و اون بحث دیگه یه نگاه اوورال و نگاه خلاصه زوم آوتیه به ماجرا که پدیده هر چقدر به سمت ظهور ما حرکت میکنیم ما توقع این سانتریفیوژ شدن و دانه بندی شدن ها رو باید داشته باشیم این یه بحث دیگه یه که حالا من تو بحث های معرفت المهدی دارم همینو میگم و حالا تو همین بحثی که این جلسه هم عدل رو خواهیم گفت حالا یه جمله بگم و برم از این بحثی که خیلی بحث مهمیه و اون به این بحث ما هم مرتبطه اینی که حضرت به عنوان عدل معرفی شده اصلا دقت میفرمایید این حرف مهم ها حضرت به عنوان عدل معرفی شده عدل مشتهر عدل منتظر یملا الله الارض قسطا و عدلا این حرف خیلی مهمه عزیزان ما تا عدل نداشته باشیم یعنی جامعه به سمت عدالت نره من اینو بعدا اثبات میکنم تا به سمت عدالت نریم به سمت اقلانیت و معنویت نمیتونیم درست بریم این همون بحثاییه که خلاصه عملیات خلاصه چیز مقدمه بر حتی ذهنیت اون ذهنیت شکوفا شدنش به عملیات انجام میشه حالا اینا رو یه مداری حالا توی همین جلسه چهارشنبه معرفت المهدی باید یه سه چهار جلسه وایسی سیمینا رو بگیم این حرف مهمی ما این حرف خیلی برای اون مهم نیست که حضرت میاد عدل عدل گستر است و به این کاری نداریم خیلی با عناوین دیگه ای کار داریم دسته قرآن خیلی روی امام وای و حضرت هم روی امام ما یه جاهای دیگه ای داریم میخوریم جبرانش رو میخوایم از یه جاهای دیگه ای بکنیم این حرف دعیه و درستی نیست صلی الله علیه سیدنا محمد